تو را فرا می‌خوانم. نیوشا باش. تو همچون من هستی، آدمی که می‌اندیشد. زندگی، این شگفتی هستی، 4 میلیارد سال پیش پدید آمد و ما آدم‌ها تنها 200,000 سال پیش. با این همه ما توانسته‌ایم هماهنگی روی زمین را دگرگون کنیم. خوب به این داستان شگفت آور که داستان تو است گوش کن. سرگذشت جهان ما این است. در آغاز تنها توده ای آشفته از آتش بوده، همچون کهکشان‌های دیگر در هستی. با این همه اینجا شگفتی هستی، زندگی جان یافته. امروز زندگی ما رشته زنجیری است که باشنده های بیشماری را از 4 میلیارد سال پیش به هم پیوسته. امروز آتشفشان ها هنوز هم زمین ما را در بر گرفتند و با آنها می توانیم به راز پیدایش زمین پی ببریم. این دودها جهیده از ژرفنای زمین، بازمانده های آب و هوای نخستینند. آب و هوای بی اکسیژن، آب و هوایی آغشته به کربن، دارای بخار آب، همچون کوره ای. سپس زمین سرد شده است، بخار آب فشرده شده و همچون باران‌های سیل‌آسا به زمین باریده و رودخانه‌ها پدید آمدند. زمین نه بی اندازه دور و نه بی اندازه نزدیک به خورشید جایگاهی است هماهنگ برای نگهداری آب. بستر رودخانه ها زمین را می شکافند و دره ها را پدید می آورند. رودخانه ها ماده های کانی را از کوهستان ها می رو بایند و آرام آرام آنها را به آب های شیرین پهناب ها می برند و آنان را نمکین می کنند. آب ماده زندگی زاست. دشت های خشک را بارور می کند. همچون رگ های درون بدن و شاخه های درخت
آب راه خود را در زمین می‌یابد. نزدیک به 4 میلیارد سال هنوز این شاهکارهای برجامانده از خاکستر آتشفشانها آمیخته به آب توچالهای ایسلند بر روی زمین دیده می شوند. آنها در آنجا آب و ماده آمیختگی نرم و سخت را نگاشتند، آمیزشی که ویژه زندگی بر روی زمین است. ماده های کانی و توپال ها از زمین هم کهن‌ترند. آنها گرد ستاره ها هستند و رنگارنگی زمین از رنگ آنهاست. سرخ برای آهن، سیاه برای کربن، آبی برای مس، زرد برای گوگل. ما از کجا می آییم؟ نخستین آذرخش زندگی در کجا درخشید؟ نخستین سرچشمه های زندگی هنوز هم در چشمه های گرم زمین یافت می شوند و رنگ آب ها از آنهاست. آنها کهن‌ترین باکتری ها هستند. همه آنها از گرمای زمین بهره می گیرند. مگر یکی از آنان، سیانوباکتری یا خزه کبود. و تنها این خزه می تواند به سوی پرتوی خورشید بچرخد و نیروی او را بگیرد. و او یکی از نیاکان همه گیاهان گذشته و امروزی است. این باکتری کوچک و میلیاردها همسانش سرنوشت گیتی ما را دگرگون کرده اند و آب و هوای دیگری به آن داده اند. ولی کربنی که آسمان را آلوده بود در کجاست؟ او هنوز هم پایدار است، ولی در سنگ های روی زمین بسته شده. در هیچ جای زمین نمی توان بهتر از دیواره های گراند کانیون در کلرادو سرگذشت این پدیده را دید. آنها سرگذشت 2 میلیارد سالی زمین را به ما نشان می دهند. اینجا در گذشته پهنابی پر از آبزیان ریز بوده. آنها برای ساختن پوسته های خود کربن هوا را می گرفتند. پس از مردن در ته آب به روی هم انباشته می شدند. این دیواره ها پوسته های این میلیاردها آبزیان ریز است.
به یاری آنها هوا از کربن پاک شده و زندگی نوین دیگری آغازیده. رشته دگرگونی آب بر روی زمین جاودانه است. آبشارها، بخار آب، ابرها، باران، چشمه‌ها، رودخانه‌ها، دریاها، پهناب‌ها، توچال‌ها، هرگز این رشته بریده نمی‌شود. همیشه همان اندازه آب بر روی زمین است. همان آبی است که همه باشندگان پی در پی هم آمده می‌نوشند. آب این ماده شگفت آور و ناآرام. آب می تواند آبکی باشد، چون آب روان یا گاز در بخار آب و یا ماده سخت یخ باشد. در سیبری در زمستان بر دریاچه های یخ زده نیرویی که آب برای یخ زدن به کار می برد دیده می شود. یخ از آب سبکتر است و بر روی آب شناور می ماند و همچون پوششی است در برابر سرما و در زیر آن زندگی می تواند پایدار بماند. نیروی زندگیزا پیوند است. همه چیز به هم پیوسته است. هیچ چیز به تنهایی کارایی ندارد. آب و هوا ناگسستنی اند. پیوسته به هم برای زندگی و زندگی ما بر روی زمین. اینچنین ابرها بر روی پهناب‌ها پدید می آیند. بر زمین می بارند. و آب رودخانه ها به سوی پهناب باز می گردد. همه به هم پیوستند. این لکه های سبز در زیر ابرها سرچشمه اکسیژن هواست. 70% گازی که شش های ما نیازمندند از این خزه هایی که آب پهناب ها را رنگین می کنند می آید. زمین ما بر هماهنگی استوار است و هر چیزی جایگاه خود را دارد. هر یک به بودن دیگری وابسته است. هماهنگی پیچیده و شکننده که چیز کوچکی میتواند آن را در هم شکند. اینچنین مرجان ها از آمیزش خزه ها و گوش ماهی ها پدید میآیند. در استرالیا این آبها به گستردگی 350 هزار کیلومتر مربع دارای 1500 جور ماهی، 4000 نرمتن و 400 جور مرجان است. هماهنگی همه پهناب‌ها به این مرجان‌ها وابسته است. پیدایش زندگی بر روی زمین با شکیبایی رخ داد. زمین ما زمان را با میلیاردها سال می سنجد. در روند 4 میلیارد سال درخت آفریده شد. در زنجیر باشندگان جور و جور درخت به خودی خود رسایی است و پیکره زنده و رسا. درخت تنها باشنده است که پی در پی سر به آسمان می کشد. بیشتاب به سوی روشنایی می روید و برگ‌هایش جان می گیرند. او
از این باکتری کبود کوچک توانایی گرفتن نیروی روشنایی را گرفته است. با این فروغ جان می‌گیرد و تنه و برگ‌هایش را می‌آفریند. سپس برگ‌ها در آمیخته از آب و ماده‌های کانی و سبزه‌ها می‌پوسند و این چنین اندک اندک زمین‌های زندگیزا پدید می‌آیند. این زمین‌ها کارگاه‌های زیستی و پرورشی بی‌پایانند. در آنها باشندگان ریز می‌زیند، می‌پویند، دگرگون می‌کنند، پوسته‌های باروری را پدید می‌آورند که زندگی به آنان پیوسته است. از زندگی بر روی زمین چه می‌دانیم؟ چند گروه باشنده را می‌شناسیم؟ یک دهم یا شاید یک صدم؟ و از پیوند میان آنان چه می‌دانیم؟ زمین پدیده‌ای شگفت آور است. زندگی رازگونه است. جانوران گوناگون آفریده شدند، با یکدیگر آمیختند و به روشی ویژه زیستند و پی در پی پایدارند. پاره ای از آنها خود را با زیستگاهشان هماهنگ کردند و در جایی دیگر زیستگاه‌ها خود را با آنان هماهنگ کردند. هر کسی روزی خود را می‌یابد. جانوران خوراک خود را و درختان در پی شکوفه‌های نوین. در بازی بزرگ زمین هر گونه و هر گروهی نقش خود را بازی می کند و هر یک جایگاه خود را دارد. هیچ یک به درد نخور و بی خودی نیست. همه در هماهنگی اند. و در اینجاست که تو، آری تو، هوموسپین، باشنده‌ای که می اندیشد، در این داستان به بازی در می آیی. تو از گنجینه 4 میلیارد ساله که زمین به تو پیشکشی کرده بهره می گیری. تو تنها 200,000 سال داری. با این همه چهره گیتی را دگرگون کرده ای. با همه ی سستی هایت تو همه جا را گرفته ای، سر تا سر زمین را، به گونه ای که هرگز هیچ گروه دیگری پیش از تو به آن دست نیافته. پس از بیش از 180,000 سال سرگشتگی به یاری هوایی بهتر، برای زیستن آدمی دیگر تنها وابسته به شکار نیست و جایگزین می شود. او برمی گزیند در جاهای نمناک که ماهی، شکار و گیاهان خودرو فراوانند جایگزین شود. در جایی که زمین، آب
و باشندگان به هم آمیختم. هوشیاری آدم او را به سوی ساختن ناوچه میراند. آفرینندگی که چیرگی او را گسترش میدهد و او را دریانورد میکند. امروزه هم بیشتر مردم در کنارهای رودخانه ها و دریاچه ها میزیند. در 6000 سال پیش نخستین شهرها پدید آمدند و این جهشی بسیار بزرگ در سرگذشت آدمیان است. چرا شهرها؟ چون که آدمها بهتر می توانند در پناه باشند. آمیزش با یکدیگر، بخش کردن شناخت و آموخته ها آدمها را شهرنشین می کند. ولی آدم از یک سو وابسته به نیروی بازوی خود است و از سوی دیگر به آنچه که پرهام پیشکش او می کند. از هزاران سال پیش زندگی آدمی چنین است. هنوز هم یک تن از چهار تن همین گونه زندگی می کنند. زندگی بیش از 1.5 میلیارد مردم چنین می گذرد. شمار آنان از همه مردم کشورهای پیشرفته و دارا بیشتر است. برداشت از زمین تنها به اندازه نیاز. زمان درازی پیوند میان آدمی و گیتی و بهره برداری دادگرانه از آن پایدار مانده. داد و ستد همچون پیمانی ساده بوده که هر کسی روزی خود را در آن می‌یافت. ولی زندگی کوتاه است و کشت زمین دشوار. پدیده‌های پرهام بر یافتن نان روزانه سایه می‌افکند. آموزش و پرورش کمیاب است. تا هنگامی که آدمی برای زنده ماندن به نیروی بازو نیازمند است، بچه‌ها تنها دارایی‌اش هستند. خوراک و پوشاک آدم‌ها را زمین می‌دهد. نیاز هر روزی آنها را برآورده می‌کند. همه چیز از زمین به دست می‌آید. این شهر است که سرنوشت آدمی و سرنوشت او را دگرگون می‌کند. کشاورز، پیشه‌ور، بازرگان و یا دست فروش می‌شود. آنچرا که زمین به کشاورز می‌داد، شهری آن را می‌خرد و می‌فروشد.
دارایی ها و اندیشه ها در گردشند. هوشیاری آدمی در آگاهی او به سستی هایش نهفته است. او می خواهد چیرگی خود را گسترش دهد و به ناتوانی بدنی خود آگاه است. نیروی بدنی که هستی به او نداده است را در جانوران می یابد و برای بهره گیری از آن آنها را رام می کند. ولی چگونه با شکم گرسنه بر جهان چیره گشت؟ پیدایش کشاورزی روزگار ما را دگرگون کرده. کشاورزی با دادن توانایی انباشتن خوراک به ما یاری داده که نخستین شهرها را بیافرینیم. نزدیک به 10,000 سال است که ما به این نخستین دگرگونی بزرگ دست یافته ایم. کشاورزی با دادن توانایی انباشتن خوراک به ما یاری داده که نخستین شهرها را بیافرینیم. با کشت دانه ها و ارزن ها و هماهنگ کردن آنها با آب و هوا و سرزمین های من میخ زندگی را کوبیده ایم. همچون همه باشندگان روی زمین هستیم. نخستین نگرانی آدمی خوراک روزانه او و خانواده اش است. هنگامی که زمین بارور نیست و آب کمیابتر است، آدمی با شکیبایی و جانفشانی توانسته از زمین بهره‌مند گردد و با دشواری‌ها خود را هماهنگ کند. کشاورزی هنوز هم نخستین پیشه جهان به شمار می آید. بیش از نیمی از مردم جهان هنوز زمین را کشت می کنند و نزدیک 3/4 آنان همچنان با دست کار می کنند. کشاورزی همچون آیینی است که از پدر به پسر آموخته می شود و با همه رنج و سختی، چون که پشتوانه زندگی است، همچنان پایدار است. این نیرویی که آدم با توان بازوهایش می پروراند، روزی آن را از ژرفنای زمین خواهد جهاند. این زبانه ها هنوز گیاهی هستند، توبره خورشیدی، نیروی پاک که در روند بیش از 100 میلیون سال میلیون ها گیاه از خورشید گرفتند. زغال سنگ، گاز و به ویژه نفت است. We'll be right back.
این توبره خورشیدی است که ما را از کار کردن روی زمین آزاد کرده. با نفت روزگاری آغازی که آدم فراسوی زمان می رود. با نفت پاری از ما از آسودگی برخوردار شده ایم که هرگز آدمی به آن دست نیافته بود و در 50 سال آنچنان دگرگونی بر روی زمین پدید آورده ایم که از همه پیشینیان پیشی گرفته ایم. همه چی شتاب زده است. در 60 سال گذشته شمار آدمیان زمین 2 برابر شده و بیش از 2 میلیارد آدم به شهرها پیوستند. همه چی با شتاب پیش می رود. شهر شنزن در چین همکنون با صدها آسمان خراش تا 40 سال پیش دهکده کوچک ماهیگیران بود. همه چی شتاب زده است. در 20 سال گذشته 3000 آسمان خراش در شانگای سر به آسمان کشیدند و باز هم و باز هم صدهای دیگر در دست ساختنند. امروزه از 7 میلیارد آدم روی زمین نیمی در شهرها میزیند. نیویورک نخستین شهر بزرگ جهان نماد بهره‌گیری از نیروهای گوناگونی است که آدمی با هوشیاری خود از زمین به دست آورده است. نیروی زغال و توانایی بیمانند نفت. با پیدایش کهربا آسانسور ساخته شد و در پی آن آسمان خراش ها ساخته شدند. نیویورک به تنهایی 16 نیروی مالی جهان است. آمریکا نخستین یابنده و بهره گیرنده از این نیروی نوین زر سیاه است. با نفت این مردم کشاورز مردمی فیارور شدند. در دشت ها ماشین ها جای آدم ها را گرفتند. 1 لیتر نفت در 1 روز نیروی برابر با نیروی 100 بازو را می دهد. ولی در جهان تنها 3% کشاورزان تراکتور دارند. با این همه برداشت آنها جهان را در بر گرفته. در آمریکا 3 میلیون کشاورز مانده و برداشت ارزن آنها به تنهایی می تواند 2 میلیارد آدم را سیر کند. ولی در اینجا همچون دیگر کشورهای پیشرفته ارزنها پیش از هر چیز خوراک 4 پایان و سوخت گیاهی می شوند. نیروی توبره نفت خشکسالی را از زمین های کشاورزی دور کرده. هیچ سرچشمه آبی برای آبیاری کشاورزی در پناه نمانده و 70% آب به دست آمده در کشاورزی به کار می رود. در هستی همه چی به هم وابسته است. گسترش زمین‌های زیر کشت و تک کشتی آفت زمین را بیشتر می‌کند. زهرهای شیمیایی، فرآورده‌های دیگری از پتروشیمی آنها را از میان می‌برند. به درود به برداشت بد و بیم گرسنگی. کشاورزی بیش از آنچه باید بازدهی دارد تا جایی که باید کاری برای افسوده‌های آن کرد. ولی بخش بزرگی از این زهرها بر زمینها، گیاهان، جانوران، آبهای روان، پهنابها و در هوا پخش می شوند. آیا این ماده ها برای آدم هم زیان‌آورند؟ برای آدم هایی که از گرسنگی رهانیده اند؟ این کشاورزان در پناه پوشاک های زردشان بیگمان خوب می دانند. این کشاورزی نوین بر زمین‌ها و هنگامه‌ها چیره است. کودها هم از ماده نفتی گرفته شدند.
و در هر زمین رها شده‌ای باروری به بار می‌آورند. گونه‌های هماهنگ با آب و هوا و زمین‌ها جای خود را به پرورش گونه‌های بارورتر و پایدارتر و آسان‌تر در جابجایی می‌دهند. این چنین در یک سده 3/4 گیاهان گوناگونی که آدم در روند هزاران سده یافته و پرورده بود از میان رفتند. گلخانه های کویر آلمریا در اسپانیا تا چشم کار می کند در زیر پوشش های پلاستیکی پالیز های اروپا هستند. هر روز صدها کامیون سبزی های انباشته در این شهر را به بازارها می رسانند. هر کشوری هرچه بیشتر پیشرفت می کند مردم آن بیشتر گوشت می خورند. چگونه می توان بدون گذر به دام پروری فشرده این افزایش درخواست جهانی را برآورده کرد؟ همه چیز شتاب زده است. پرورش شتاب زده گوشت جانوران کاری هر روزی شده. در این دشت های گسترده لگد مال شده در زیر پای چارپایان گیاهی نمی روید، ولی هزاران تن ارزن با کامیون ها از کشورهای گوناگون به اینجا می آیند. پرورش 1 کیلو سیب زمینی نیازمند 100 لیتر آب است. برای 1 کیلو برنج 4000 لیتر و برای 1 کیلو گوشت گاو 13000 لیتر. بی آنکه نیازمندی بنزین و هزینه برای پرورش و جابجایی را بشمارید. کشاورزی ما کشاورزی نفتی شده. با آن می توان 2 برابر آدم را سیر کرد، ولی این کشاورزی تک پرورشی شده و جای گوناگونی را گرفته. شاید پاره از ما توانسته ایم به آسایشی بیشتر دست یابیم، ولی زندگی ما در بست وابسته به نفت شده. و این زمان سنج نوین ما به روند خستگی ناپذیر مکانیکی استوار بر چاه‌های نفت می‌چرخد. هنجار آهنگ آن به ما دلگرمی می‌دهد و کوچکترین نابسامانی آن زندگی ما را می‌آشوبد. سراسر گیتی این نوایی که همه امیدها و آرزوهای ما را در بر گرفته است را می‌شنود. با پرخواهی‌های بی‌پایان ما، با دور ریختن‌های بی‌رویه ما نیاز به آن افزایش می‌یابد. ما می‌دانیم که پایان این نفت ارزان نزدیک است، ولی نمی‌خواهیم آن را باور کنیم. برای بسیاری از ما رویای آمریکا در شهری به نام لس‌آنجلس جان می‌گیرد. در این شهری که به گستردگی 100 کیلومتر است، شمار خودروها کم و بیش به اندازه شمار مردم است. هر شب نمایش روشنایی در آنجا خود نمایی می کند. روشنایی رنگ پریده‌ای در برابر شب‌های پرفروغند که شهر را همچون آسمان پرستاره‌ای می‌نمایاند. همه چیز شتاب زده است. راه‌ها با دقیقه سنجش می‌شوند و نه با کیلومتر. با بودن خودروها، خانه‌سازی پیرامون شهری دور از انبوه و آلودگی خیابان‌های شهری پیشرفت کرده. این کشورها و این شیوه زندگی همچون نمونه‌ای در خوشبختی زیستن رویایی جهانی شدند و جام جمع‌های جهانی این اندیشه را می‌پراکنند.
چه بسا در پکن هم این رویا با این خانه های پیش ساخته که جای خانه های کهن را می گیرند پیگیری می شود. خودرو نماد پیشرفت و بهتر زیستن شده. اگر این روش از سوی همه پیگیری می شد، در این جهان به جای 900 میلیون خودرو 5 میلیارد خودرو داشتیم. همه چی با شتاب پیش می رود. با پیشرفت هرچی بیشتر جهان، نیاز به نیرو هم افزایش می‌یابد. در همه جا در پی یافتن کانها، دستگاه‌ها زمین را می‌شکافند و زیر رو می‌کنند و این ستاره‌های پنهان شده در زمین را از دل آن بیرون می‌آورند. در روند 20 سال آینده کانهای بیرون کشیده از زمین بیش از سراسر تاریخ آدمی خواهد بود. 20% از مردم جهان چون نیرومندترند از 80% این دارایی زیرزمینی بهره می‌برند. در پایان این سده با بهره‌گیری بی‌رویه از این دارایی زمین چیزی از آن نمی‌ماند. همه چی شتاب زده است. کارگاه‌های کشتی سازی زنجیروار نفت کش‌ها را می‌سازند تا پاسخگوی نیازمندی جهان فیاوری باشند. بیشتر کالاها هزاران کیلومتر راه می پیمایند. راه میان کشورهای سازنده و به کارگیرنده. از سال 1950 جا به جای جهانی کالا 20 برابر شده. %90 جا به جای کالاها از راه دریاست. هر سال 500 میلیون بارکش بار میزنند و به سوی کانون‌های بزرگ گسارنده چون دبی می‌روند. دبی یکی از بزرگترین کارگاه‌های جهان، کشوری است که در آن نشدنی هم شدنی می‌شود. همچون ساختن آبخست‌های دروغین بر روی دریا. نزدیک به 30 سال است که دبی به یاری فروش نفت یکی از داراترین کشورهای جهان شده. هرچند دیگر نفتی ندارد ولی هنوز پولدار است و با این پول می تواند میلیون ها تن کالا از سراسر جهان وارد کند و با نیروی کارگران کوچی آسمان خراش های یکی بلندتر از دیگری را بسازد. دبی کشتزار ندارد ولی می تواند خوراکش را وارد کند. دبی آب ندارد ولی به بهای سنگینی می تواند آب شور دریا را آشامیدنی کند. تابش خورشید در دبی بی پایان است ولی دبی بهره گیری از نیروی خورشید را نمی شناسد. جایی که دیوانه ترین رویاها برآورده شده اند. دبی با این برج 800 متری به گونه فرجام پیشرفتگی اروپایی است و جهان را به شگفتی درآورده. شاید دبی گزینش خود را کرده. در آنجا بیش از هر جای دیگر پرتوی پول می درخشد و
و دبی امیدوار است بهره‌ای بیش از بهره نفت از آن به دست آورد. هیچ جا به اندازه دبی از سرچشمه‌های پرهام دور نیست و با این همه دبی بی اندازه به پرهام وابسته است. این شهر تنها کاری که کرده پیروی از روش کشورهای پیشرفته و داراست. ما نیندیشیدیم که تا چه اندازه داریم آنچه را که پرهام به ما داده را از میان میبریم. ما از جهان دریایی که 3/4 زمین را فرا گرفته و ما تنها روی آن را میبینیم چه میدانیم؟ جهان پهنابها هنوز رازی ناشناخته است. شمار مردم جهان 2 برابر شده و ماهیگیری 5 برابر شده. از 18 به 100 میلیون تن در سال رسیده. هزاران کشتی پهنابها را تهی می کنند. با این روش 3/4 بخش های ماهیگیری برباد رفته و دسته از باشندگان دریایی از میان رفتن. با نداشتن زمان برای تخم گذاری بیشتر ماهی های بزرگ از میان رفتند. ما رشته زندگی که به ما پیشکشی شده بود را می بریم. شوربختی پهناب ها این است که ما نمی دانیم در زیر آب چه می گذرد. در کناره ها نشانه های این گسستگی افزوده می شوند. کم شدن پستانداران دریایی با ساختن کناره ها و آلودگی، آنها با دشواری دیگری روبرو هستند، گرسنگی. آنها توان پایداری و برابری با ماهیگیری فیاروری را ندارند و دیگر به اندازه ای که باید ماهی برای خوراک بچه هایشان نمی یابند. دومین نشانه، پرندگان دریایی برای یافتن خوراک باید راه‌های بسیار درازی را بپیمایند. با این شیوه ماهیگیری پیش از 2050 ماهی‌های دریا نابود خواهند شد. در داکار از ماهیگیری با تور بهره‌مند می‌شدند، ولی اکنون ماهی کمیاب شده. از 5 آدم روی زمین 1 تن با ماهی سیر می شود.
ما از یاد برده ایم که سرچشمه های زندگی کمیابند. 500 میلیون از مردم جهان در سرزمین های کویری میزیند که بیش از همه مردم اروپاست. آنها ارزش آب را میدانند. آنها همچنین میدانند به اندازه از آن بهره بگیرند. آنها به آبهای زیرزمینی وابستند. آبهایی که در گذشته های دور، هنگامی که در این کویرها هنوز باران میبارید، در زیر زمین انباشته شده و 25,000 ساله اند. در کویرها هنوز همین آبهای زیرزمینی به گسترش کشاورزی برای سیر کردن یاری داده، ولی بهای سنگین باید برای آن پرداخت. این آبهای زیرزمینی دوباره سازی نمی شوند. اگر هم بشوند بسیار کم هستند. در عربستان سعودی رویای کشاورزی گسترده در بیابان بیرنگ می شود. بخش های روشنی که در کشتزارها دیده می شوند زمین های رها شده اند. آبهای زیرزمینی آنها را آبیاری نکرده اند و بیرون کشیدن این آبها از دل زمین نیازمند نیروی بسیاری است. اسرائیل از کویری کشوری کشاورز ساخته. با اینکه گلخانه‌هایش به اندازه آبیاری می‌شوند، ولی با فرستادن فراورده‌ها به بیرون از کشور، نیاز به آب پی در پی افزایش می‌یابد. از رودخانه اردن باریک آبی بیش بر جای نمانده. آب‌های آن در آبیاری کشتزارهای سبزی و میوه فرستاده شده به فروشگاه‌های جهانی از دست رفتند. سرنوشت رودخانه اردن یگانه نیست. یک رودخانه از 10 رودخانه روی زمین دیگر ماها به دریا راه نمی‌یابد. دریای مرده نامش را از پرنمکیش گرفته، چون که هیچ باشنده‌ای نمی‌تواند در آن بزیید. با بند آمدن آب اردن هر سال آب آن بیش از 1 متر پایین می رود و شوری آن افزایش می یابد و با گرما آب خست های نمکین پدید می آیند که شاید زیبا باشند ولی خشکزارند. در راجستان هند، اودیپور یکی از شگفتی‌های ساخته آب است. بنیاد آن به یاری نگهداری آب و کاریزهای آبرسانی که دریاچه‌ای گردیده شدنی شده، تا جایی که برای سازندگان آن این آب آنچنان جایگاهی داشته که به نامش کاخی بنیاد کنند. در این سده هندوستان بیش از جاهای دیگر از بی‌آبی آسیب خواهد دید. آبرسانی گسترده توانسته افزایش مردم را سیر کند و در 50 سال 21 میلیون چاه کنده شده و
این پیروزی بر جلوگیری از گرسنگی پیامدهایی دارد. در بخش‌های بسیاری از کشور باید چاه‌های ژرف‌دری کند. در غرب هند یک سوم چاه‌ها رها شدند. بستر آب‌های زیرزمینی می‌خشکد. این چاه‌ها آب باران‌های تند را برای بازسازی بستر خود نگه می‌دارند. در هنگام‌های خشک، زنان دهکده‌ها برای دسترسی به آب با دست زمین را می‌کنند. در هزاران کیلومتری اینجا هر تن میان 800 تا 1000 لیتر آب در روز به کار می‌برد. لاس وگاس در دل کویر ساخته شده. میلیون‌ها تن آنجا زندگی می‌کنند و هر ماه هزاران تن به آنجا می‌روند. سرنشینان لاس وگاس بیش از هر جای دیگر جهان آب به کار می‌برند. پالم اسپرینگز شهر دیگری در دل کویر است و دارای گیاهان کشورهای نمناک و زمینهای گلف بیمانند می باشد. تا به کی این سراب می تواند پایدار بماند؟ زمین تا به این افسار گسیختگی را نخواهد داشت. رود کلرادو که این شهرها را آبرسانی می کند یکی از رودخانه هایی است که دیگر به دریا نمی پیوندد. از آن بدتر، گنجایش سرچشمه آب آن رو به کاهش رفته است و آب دریاچه های وابسته به آن کم می شوند. دریاچه پاول در 17 سال پر شد و اکنون نیمی از آب آن کاهش یافته. تا پیش از 2025 کمیابی آب می تواند نزدیک به 2 میلیارد تن را گرفتار کند. با این همه هنوز در سرزمین های دست نخورده جهان آب فراوان است. بخش های نمناک. این بخش های نمناک برای زندگی روی زمین بایدی هستند. آنها 6% زمین را می پوشانند. مرداب ها همچون اسپنج هایی هستند که روانی آب را هنجار می دهند. در هنگام های تر آب را به خود می گیرند و در هنگام های خشک آن را پس می دهند. آبها از نوک کوه‌ها فرو می‌ریزند. آنها در سر راه خود دانه‌هایی را به همراه می‌آورند. با این آمیختگی بخش و نگاری یگانه پدید می‌آید که در گوناگونی و پرباری بی همتا است. در زیر این آب‌های آرام به راستی کارگاهی پنهان است. این گوناگونی و پرباری به هم پیوسته یواش یواش همه آلودگی آب را پاک می کند. مرداب ها برای پالایش و زنده کردن آب ها بایدی هستند. ما همیشه این جایگاه های نمناک را برای آدمی بی بهره و به درد نخور پنداشتیم.
در بازی چیرگی بر سرزمین ها، آنها را برای کشت و چراندن چهار پایان و یا خانه سازی خشکانیده ایم. در سده گذشته ما نزدیک به نیمی از مرداب‌های جهان را خشکانیده‌ایم. ما نه به پرباری آنان و نه به کاری که انجام می‌دادند آگاهی نداشتیم. همه چیز زنده است و همه به هم پیوسته. آب، هوا، زمین، درختان، جادوی زندگی در برابر چشمانمان می‌گذرد. درختان در دم و بازدم آب زمین را می گیرند و مه سبکی در هوا رها می کنند. آنها همچون چتری زمین را از بارانهای تون و آسیبهای آن در پناه نگه می دارند. جنگلها نمناکی زندگی و زندگی را به بار می آورند. آنها همچون مادران باران هستند. جنگلها کربن را نگه می دارند. آنها همچون زیربناهای هماهنگی هوا هستند که همه ما برای زندگی به آن نیازمندیم. در پناه درختانشان 3/4 گوناگونی زیستی روی زمین میزیند. هر سال دسته های نوینی از جانوران، پرندگان و پستانداران را میابند که پیش از آن نمیشناختند. در این جنگل ها گیاهان درمانی می رویند. آنچه که از این درختان می چکد بدن ما آن را خوب می شناسد. یاخته های ما با آنها هم زبانند. ما از یک خانواده ایم. مانگروف ها جنگل هایی هستند که بر بستر آب می رویند. آنها همچون شش های پهناب ها به شمار می آیند. ریشه هایشان آشیانه ماهی ها و آبزیانی است که در آنجا پرورش می یابند. مانگروف ها کناره ها را از طوفان ها و بالا آمدن بستر آب و پیشروی دریا در پناه نگه می دارند. زندگی آدم های بسیاری به آنها وابسته است. با این همه در سده 20 نیم آنها از میان رفته است. یکی از این آسیب‌ها پرورش میگو در آب‌های مانگروف هاست. برای جلوگیری از خفگی میگوها، پروانه‌های هوارسانی این برکه‌های پر از آنتی‌بیوتیک را باد می‌زنند، ولی نه مانگروف ها را. از سال‌های 1960 از میان بردن جنگل‌ها با شتاب پیش می‌رود. هر سال 13 میلیون هکتار از جنگل‌ها چون چوب می‌سوزند و دود می‌شوند. گسترشی به بزرگی 1/4 سرزمین فرانسه.
تا کنون یک پنجم آمازون، بزرگترین جنگل جهان، از دست رفته. پرورش چهار پایان و کشت سویا جایگزین جنگل ها می شوند. 95% از این سویا برای سیر کردن چهار پایان و پرندگانی است که اروپایی ها و یا آسیایی ها می خورند. ما هماهنگی هستی را برای به کار انداختن کشتارگاه های جهان به هم می زنیم. در آتش سوزی ها جنگل ها کربن بسیاری رها می کنند و از میان بردن جنگل ها یکی از نخستین شوند های دگرگونی آب و هواست. هزاران هزار باشنده برای همیشه از میان می روند و به همراه آن رشته زنجیر دگردیسی و رسایی بریده می شود و سرچشمه آنان برای همیشه خاموش می گردد. تا 20 سال پیش برنئو چهارمین آبخست بزرگ جهان پوشیده از جنگل بود. با این روند جنگل ویرانی تا 10 سال دیگر برای همیشه می خواهد رفت. پیوند رشته میان آب، هوا، زمین و خورشید در برنئو که یکی از بزرگترین زیستگاه‌های گوناگون روی زمین بود، این رشته گسسته. برنئو به پرورش روغن نخ از همه در جهان به کار برده می شود. بخش بزرگی از این روغن در بخش خوراکی ما به کار می رود و همچنین برای ماده های زیبایی و بیش از همه برای سوخت گیاهی. پرورش درخت نخ جای گوناگونی جنگل را گرفته. تک پرورشی آسان، تند و پربارور است. برای مردم آنجا سرچشمه کار است. کشاورزی فیاوری است. اوکالیپتوس یکی دیگر از نمونه های تک پروری است. اوکالیپتوس برای خمیر کاغذ به کار برده می شود. کشت آن با افزایش درخواست کاغذ گسترده تر می شود. در 50 سال کشت آن 5 برابر شده است. پرورش تک درختی ها در سرتاسر جهان گسترش می‌یابد، ولی تک درخت جنگل نیست و گوناگونی بسیار کمی در آن پدید می‌آید. هیچ جنگلی جای جنگل دیگر را نمی‌گیرد. در پای این درختان اوکالیپتوس هیچ گیاه دیگری پرورش نمی‌یابد، چون برگ‌های آنها خاک را برای بیشتر گیاهان زهرآلود می کنند. روند پرورش آنها تند است، ولی چشمه های آب را می خوش کنند. برای پرورش بیشتر سویا، روغن نخ و اوکالیپتوس جنگل ها را از میان می برند و در جاهای دیگر برای زنده ماندن جنگل ها را از میان می برند. هنوز بیش از 2 میلیارد آدم در جهان نیازمند زغال چوبند، نزدیک به 1/3 مردم جهان. در هایتی، یکی از تنگدست‌ترین کشورهای جهان، زغال چوب یکی از پایی‌ترین ماده‌های گسارگی است.
هایتی مروارید آنتی به شمار می آمد و اکنون این کشور بدون کمک بیگانگان نمی تواند زنده و پایدار بماند. بر تپه های هایتی تنها 2% از جنگل هایش بر جای مانده، ولی زمین برهنه آب باران را نمی مکد. بدون سبزه و گیاه و ریشه ها که آن را استوار می کردند زمین تاب نمی آورد. آب باران ها تپه ها را با جویبارها می شوید و به سوی دریا می برد. با این شستشو زمین بیبارتر شده و نمی توان آن را کشت کرد. در ماداگاسکار آسیب این شستشوها بیچاره اند. تپه های بسیاری همچون زخم های بزرگ و ژرفی شکافته می شوند. زمین کارگاه زندگان است. نازک و شکننده است. با این شکاف ها پوسته خزه‌ای که در هزاران سال پدید آمده بود نابود شده. سرگذشت آب خست پاک شاید ما را به اندیشه وادارد. اینجا بر روی دورترین آب خست گیتی مردمش سرچشمه های زندگی را تا به پایان به کار بردند و زنده نماندند. بر روی این زمین ها بلندترین درختان نلخ جهان می رویدند. همه نابود شدند. مردم پاک تا دانه پایانی آن را بریده و به کار بردند و با خشکی و شکنندگی زمینشان روبرو شدند. آنها دیگر نمی توانستند ماهیگیری کنند چون دیگر درختی برای ساختن ناوچه‌هایشان نداشتند. با آنکه آب خست پاک یکی از درخشان ترین فرهنگ های پاسیفیک را داشت، کشاورزی پیشرفته، پیکر تراشی و دریا نوردی نمونه، آنها در گرداب افزایش مردم و کمبود و نابودی سرچشمه های زندگی گیر افتاده بودند. بزرگترین رازی که باید در پی یافتن آن باشیم این نیست که این پیکره‌های بزرگ چگونه به این آب خس رسیدند. بایستی پی ببریم چرا مردم پاک نتوانستند پیش از آن که دیر شود واکنش نشان دهند. سرنوشت آنان در خشم‌های مردمی، شورش‌ها و گرسنگی‌ها به پایان رسیده و آدم‌های کمی از این نابسامانی جان به در برده‌اند. آیا ما نیز در روند ساختن سرنوشتی همانند مردم آب خست پاک برای خود هستیم؟ در 50 سال مردم جهان بیش از 2 برابر شده. ما آب خست خود زمین را بیشتر دگرگون کرده ایم تا در 200,000 سال سرگذشت هستی ما. نیجریه؟ نخستین کشور نفخیز در آفریقاست. با این همه 70% مردمش در تنگ دستی به سر می برند. مردمی که در آنجا زندگی می کنند به این دارایی دسترسی ندارند. این یک عمیق جهانی است. نیمی از مردم تنگ دست جهان
در کشورهایی زندگی می کنند که دارای سرچشمه ها هستند. روش پیشرفته ما بر پیمانهایش وفادار نمانده. جدایی میان دارایان و تنگ دستان هرگز به این ژرفی نبوده که در 50 سال گذشته. امروزه بیش از نیمی از دارایی جهان در دست 2% از توانمندان است. آیا این نابرابری میتواند همچنان پایدار بماند؟ همین نابرابری ها مردم را ناچار به کوچ کردن می کند و ما هنوز هم به ریشه آن نمی اندیشیم و پی نمی بریم. شهر لاگوس تا سال 1960 کمتر از 700 هزار سرنشین داشت. در 2025 16 میلیون خواهد داشت. لاگوس شهری است که با شتاب گسترش می یابد و شهروندان نوین کشاورزانی هستند که با دشواری های مالی و از میان رفتن سرچشمه های زندگی ناچارند از دهکده ها بگریزند و به شهر پناه آورند. و این گسترش شهرنشینی نوین است، چون که انگیزه آن تنگ دستی است و ندارایی. هر هفته در جهان 1 میلیون آدم به مردم شهرها افزوده می شود. هر هفته. امروزه در جهان 1 تن از 6 تن کپرنشین است و به آسودگی های زندگی، آب و برق و دستشویی دسترسی ندارد. گرسنگی دوباره گسترش می‌یابد. امروز نزدیک به 1 میلیارد گرفتار آن هستند. بیچارگان در پی یافتن خوراکی برای زنده ماندنشان آشغال‌های جهان را می‌جورند و ما در پی یافتن سرچشمه‌هایی که برای آسودگی خود بایدی می‌دانیم در دور دست‌ها می‌کاویم و تا سرزمین‌های دست نخورده پیش می‌رویم و با همه دشواری‌ها به آنها دست می‌یابیم. ما هیچ دیگرگونی در روند زندگی خود پدید نمی آوریم. آیا با کمبود نفت روبرو خواهیم شد؟ ما می توانیم نفت آغشته به ماسه های قیری کانادا را از دل زمین به در آوریم. بزرگترین کامیون های جهان هزاران تن ماسه را جابجا می کنند، زیر و رو می کنند، گرما می دهند و میلیون ها متر مکعب آب به کار می برند تا قیر را از ماسه جدا کنند. نیروی به کار گرفته بسیار بالاست و میزان آلودگی دردناک و باور نکردنی. پنداری شتاب و نیاز به کار نیست مگر تهی کردن این توبره‌های خورشیدی. Thank you.
نفکش های من هر روز بزرگتر و بزرگتر می شوند. درخواست و بهره‌گیری من از نیرو یک دم افزایش می یابد. پنداری می خواهیم این افزایش را همچون کوره بی ته هر روز از سقف بیشتری پر کنیم. این داستان کربن است. کربن هوای ما را چون کوره کرده بود. گرمایی را که پرهام در میلیون‌ها سال نگه داشته تا زندگی در آن پرورش یافته. ما در ده‌ها سال داریم آن را به باد می‌دهیم. زمین گرم می‌شود. تا چند سال پیش چنین نگاره‌هایی شدنی نبود. جابجایی، فیاروری، نابودی جنگل‌ها، کشاورزی و دیگر کارهایمان اکسید و کربن فراوان به بار می‌آورد. بی آنکه بیاندیشیم تک تک یاخته های هماهنگی و آب و هوای زمین را به هم زده ایم. همگی نگاه های من به سوی قطب های شمال و جنوب چرخیده. در هیچ جای گیتی دگرگونی آب و هوایی را که هشدار می دهند به این خوبی نمی توان دید. او با شتاب پیش می رود. آری با شتاب. یخ های قطب ها آب می شوند. و سقاره آمریکا و اروپا و آسیا کم کم از هم جدا می شوند. با گرمای زمین در 40 سال قطب شمال 40% قطر خود را از دست داده. هر تابستان از آن کاسته می شود و می تواند پیش از 2030 از میان برود. پاره می گویند در 2015. به زودی این آبها هر سال در تابستان بدون یخ خواهند بود. پرتوی خورشید را که یخها به سوی آسمان برمیگرداندند، از این پس بر آبهای تیره میتابد و آنها را گرم میکند. گرما با شتاب پیش میرود. در این یخها پرونده آب و هوای ما خوانده میشود. در صدها هزار سال هرگز میزان افشردگی اکسید کربن به این بالایی نبوده. آدمی هرگز چنین آب و هوایی را ندیده. آیا بهره‌گیری بی‌رویه ما از سرچشمه‌های زندگی باشنده‌ها را نابود می‌کند؟ دگرگونی آب و هوا روند این نابودی را تندتر می‌کند. پیش از 2050 یک چهارم همه باشندگان زنده روی زمین می تواند نابود شود. همکنون در این جهان یخ هماهنگی پرهام به هم ریخته است.
بر بستر گرینلند کوههای یخ بیشتر و بیشترند. قطب شمال در 30 سال 30% گسترش خود را از دست داده، ولی با پیشرفت گرمای گرینلند آب شیرین یک قاره به آب شور پهنه‌آب‌ها می پیوندد. یخ‌های گرینلند 20% آب شیرین گیتی را در بر دارد. آب شدن آنها به اندازه 7 متر بستر دریا را بالا خواهد آورد. گرینلند از پخش گازهای تولید شده در جاهای دیگر زمین رنج می‌برد. آب و هوای ما مرزی ندارد. در هر جایی که باشیم، هر کاری که بکنیم، بازتاب آن بر همه جای زمین و هستی خواهد بود. آب و هوای گیتی ما بخشدنی نیست و از آن همه ماست. بر بستر گرینلند دریاچه‌هایی پدید آمده اند. این توچال‌ها با آنچنان روند تندی رو به آب شدنند که تا 10 سال پیش بدبین‌ترین دانشمندان هم آن را پیش‌بینی نمی‌کردند. این رودخانه‌های یخی افزایش می‌یابند، به هم می‌پیوندند و بستر یخ را می‌شکافند. درست وارونه آنچه می‌اندیشیدند که آب در سرما یخ بسته خواهد شد پیش آمده. آب تا زیر یخ فرو می رود و با شکستن آن یخ را زودتر به سوی دریا می راند. یخ بر آب شناور می شود. آب شیرین یخهای گرینلند اندک اندک به آبهای شور پهنه‌آب‌ها می پیوندد و بخش پایین زمین را به زیر آب می برد. میزان آب دریاها بالا می رود. تنها در سده 20 با افزایش گرما این بالا آمدن 20 سانتی متر بوده. همه چی به هم ریخته. برای نمونه مرجان‌ها بی اندازه به گرمای آب واکنش دارند. تا کنون 30% آنها از میان رفته است. آنها در زنجیر پیوسته گوناگونی باشندگان جای ویژه‌ای دارند. در هوا راه وزش بادها دگرگون شده. هنگامه های باران به هم ریخته. آب و هوای جهان زیر و رو شده. مردم آب خست‌ها بیش از همه آسیب پذیرند. برای نمونه در مالدیو نگرانی ها ژرف‌تر می شوند و پاره از مردم هم اکنون در پی کوچ و یافتن سرزمین دیگری هستند. اگر آب دریاها همچنان بالا برود، شهرهای بزرگ جهان همچون توکیو چه کار خواهند کرد؟ هر سال هشدارهای دانشمندان
نگران کننده تر است. بیش از 70% مردم جهان در دشت‌های کناری زندگی می کنند. از هر 15 شهر بزرگ جهان 11 شهر در کناره‌های دریاها و یا رودخانه‌ها بنیاد شدند. با بالا آمدن آب دریا و با شور شدن آب چاه‌ها مردم بی آب آشامیدنی می مانند. پدیده جابجایی ناچاری است و پیش خواهد آمد. تنها نمیتوان گستردگی آن را پیش بینی کرد. چهره کلیمانجارو در آفریقا دگرگون شده. 80% توچال‌های آن از میان رفته است. در تابستان رودخانه‌ها خشکند و مردم از کمابی در رنجند. چه بسا در بالاترین رشته کوه‌های جهان در دل هیمالایا برف‌های جاودان و توچال‌ها پسروی کرده‌اند. توچال‌ها در روند بازسازی آب نقش بزرگی دارند. در هنگامه‌های بارانی آب یخزده را نگه می‌دارند و با آب شدن برف‌ها در تابستان آب سرازیر می‌شود. برف‌های هیمالایا سرچشمه همه این رودخانه‌های بزرگ آسیا هستند. گنگ، مکونگ، یانگسکیانگ. 2 میلیارد آدم برای آب آشامیدنی و کشاورزی وابسته به این رودخانه ها هستند. برای نمونه در بنگلادش. بنگلادش در میان دلتای گنگ و برهماپوتر بیش از همه از پدیده دگرگونی های هیمالایا و بالا آمدن آب آسیب می بیند. این کشور یکی از پرمردم ترین و تنگ دست ترین کشورهای جهان است. و تا اکنون از سیل‌ها و طوفان‌های پی در پی آسیب بسیار دیده و می‌تواند 1/3 زمینش را از دست بدهد. هنگامی که مردم پی در پی از این پدیده‌ها در پناه نباشند، به ناچار کوچ می‌کنند و از آنجا می‌روند. کشورهای دارا هم در پناه نخواهند بود. در همه جای گیتی خشکسالی پیشروی می‌کند. در استرالیا هم اکنون نیمی از سرزمینش آسیب دیده. درختان سوخته شده کربن بسیاری آزاد می کنند. رشته هماهنگی آب و هوا در هم ریخته است و آشفته است. آیا جهان ما دارد از میان می رود؟
زنگ هشدار دگرگونی آب و هوای جهان در این بخش زیبا نهفته است. ما در سیبری هستیم، در جایی از این گیتی که به اندازه سرد است که زمین همیشه یخ زده است. در زیر بسترش بمبی هوایی پنهان است، متان. متان گازی است با توانایی 20 برابر کربن. اگر این بستر یخزده آب شود، آزاد شدن متان حوده‌ای خواهد داشت که هیچ کس نمیتواند آن را پیش بینی کند. پدیده‌ای که ما را به سوی زمینی ناشناخته خواهد راند. برای ما 10 سال بیشتر نمانده تا بتوانیم از پرتاب شدن به این سرزمین ناشناخته جلوگیری کنیم. ما پدیده‌هایی فراسوی شناخت توانایی خود را آفریده‌ایم. از آغاز هستی، آب، هوا و همه باشندگان به هم پیوسته‌اند، ولی زمان کوتاهی است که این پیوندها را گسسته‌ایم. چشم‌هایمان را نبندیم. به آنچه که می‌دانیم باور داشته باشیم. همین چیزهایی را که دیدیم، خود ما آنها را ساخته‌ایم. و هستی همچون آینه همه را به خود ما بر می گرداند. ما زمان کمی برای دگرگونی داریم. چگونه این سده می تواند تا به سنگینی 9 میلیارد آدم را بیاورد؟
بیشمارند آنهایی که در پیدایش این نابسامانی ها کاری نکردند ولی بهای سنگینی دارند می پردازند. من در دل کویر اردوگاه های پناهجویانی را دیدم به گستردگی شهرها. فردا چند هزار مرد، زن و بچه را می خواهیم در کنار راه ها رها کنیم. آیا برای گسستن همبستگی میان آدمیان همچنان باید دیوار ساخت؟ برای جدا کردن آدم ها از یکدیگر، برای خوشبختی پاره‌ای و به بهای بدبختی پاره‌ای دیگر؟ برای بدبینی جایی نیست. من می‌دانم که آدمی چه بسا به تنهایی می‌تواند همه دیوارها را بشکند. لسوتو یکی از تنگ‌دست‌ترین کشورهای جهان، بیشترین سرمایه و تواناییش را در آموزش و پرورش به کار گرفته. قطر یکی از داراترین کشورها، درهای خود را به سوی بهترین دانشگاه‌های جهان گشوده. در کنار رنج و بدبختی، میلیون‌ها NGO نشان می‌دهند که هم بستگی میان مردم و نژادها توانمندتر از خودخواهی میهن‌گرایی است. در بنگلادش مردی بانکی باور نکردنی را بنیاد کرده، بانکی که تنها به تنگ دستان وام می‌دهد. در کمتر از 30 سال این بانک توانسته زندگی 150 میلیون آدم را در جهان بهبودی بخشد. قطب جنوب سرزمینی است با سرچشمه‌های بسیار که کسی نمی‌تواند دارنده آنها بشود. سرچشمه و پشتوانه است برای آرامش و دانش. پیمانی با دستینه 49 دولت آن را به نام جهانیان کرده است. دولت‌ها نزدیک به 2% از آب سرزمینشان را پاسداری می‌کنند. کم است، ولی همین هم 2 برابر 10 سال پیش است. کمی بیش از 100 است که نخستین پارک‌های کیانی به راه افتادند و آنها 13% زمین را می‌پوشانند. کار آدم‌ها در آنجا در هماهنگی و پاسداری از باشندگان و زمین است. در آمریکا، نیویورک به نیروی کیان پی برده است. آب آشامیدنی همه شهر را از جنگل‌ها و رودخانه‌هایش به دست می‌آورد. در کره جنوبی، در روند جنگ، جنگل‌هایش از میان رفته بود. به یاری برنامه میهنی در کاشتن درختان، دوباره 65% سرزمینش پوشیده از جنگل شده. کوستاریکا میان هزینه برای ارتش و پاسداری از سرزمینش گزینش کرده. آنها برگزیدند که از سرچشمه‌هایشان برای آموزش و پرورش و پاسداری از جنگل‌ها و به گردشگری و جهانگردی بهره بگیرند. گابون بزرگترین تولید کننده چوب است. چهارچوبی برای بریدن درختان گذاشتند. تنها 1 درخت در هر هکتار. با آنکه جنگل آنان سرچشمه درآمدشان است، ولی با این روش زمان بازسازی دارد. راههایی برای بهره برداری درست از جنگل ها هست، ولی باید در همه جا به کار روند و بایدی باشند. داد و ستد دادگرانه خوشبختی برای هر دو، تولید کننده و به کارگیرنده است. چه دادگری و برابری میان این دو دسته میتواند باشد؟ به کارگیرندگان و گسارندگان هوشیار باشیم و خردمندانه خرید کنیم. جایی برای بدبینی نیست. من کشاورزی درخور نیازمان را دیدم که میتواند همه مردم روی زمین را سیر کند. اگر که خوراک آدمیان در پرورش دام‌ها و گوشت از دست نمی‌رفت. من ماهیگیرهای آگاهی را دیدم که نگران آینده دریا هستند. من خانه‌هایی را دیدم که نیازمندی نیروی خود را برآورده می‌کنند. شهرهای بسیاری به این برنامه می‌پیوندند. ممبئی 1000مین شهری است که به برنامه پیوسته. کشورهای نیوزیلند، آیسلند،
اتریش و سوئد و کشورهای دیگری پرورش نیروهای پایدار را در سربرنامه‌های خود جای دادند. من می‌دانم که 80% نیرویی که به کار می‌بریم از نیروی فسیل به دست می‌آید. در چین هر هفته 3 نیروگاه نوین زغال سنگ ساخته می‌شود. همچنین در دانمارک نیروگاه زغال سنگی را دیدم که کربنش به زمین فرو می‌رود و نه در هوا. شاید این راهی برای آینده باشد. در آیسلند نیروگاه کهربایی را دیدم که با گرمای زمین کار می کند. من در دریا ماری را دیدم که از نیروی خیزاب‌ها کهربا تولید می کند. من در کناره‌های دانمارک پروانه هایی را دیدم که 20% نیاز نیروی کهربایی کشور را از باد به دست می آورند. آمریکا، چین، هندوستان، آلمان، اسپانیا نخستین کشورهایی هستند که در تولید نیروهای پایدار سرمایه گذاری کرده اند. من دشت‌های پوشیده از گیرنده‌های نیروی خورشیدی را دیدم. اگر در زمین همه چی به هم پیوسته است، زمین در پیوند با خورشید است که نخستین سرچشمه نیروزای اوست. کاری که گیاهان در گرفتن نیروی آن کردند. خورشید در هر 1.5 ساعت نیازمندی نیروی 1 ساله مردم روی زمین را برآورده می‌کند. تا زمین پایدار است، نیروی خورشید هم جاودانه است. بسنده است که از کاویدن در زمین دست برداریم و به آسمان بنگریم. همه این آموخته‌ها نمونه‌هایی هستند که گواه بیداری و هوشیاری‌اند. آنها راه‌های نوین زندگی آدمی را نشان می‌دهند که بر هوشیاری و برابری استوار است. دیگر جایی برای اندیشیدن به آنچه از دست رفته نیست. به آنچه که برای من مانده بیاندیشیم. ما بر سر راهی هستیم که هر یک از ما کلیدی برای گشایش این دشواری ها را دارد. شاید من و تو در یک کشور زندگی نکنیم. بیگمان شیوه زندگی یکسانی هم نداریم. زمان آن رسیده که به یاری یکدیگر بشتابیم و از آنچه برای من مانده پاسداری کنیم. بر ماست که دنباله داستان را با هم بنویسیم. Thank you.